بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، خوبان همراه و همدل با این برنامه. به وقت بیداری در خدمت شما هستیم به طور زنده و مستقیم. ساعت 8:05 شب هست، حدوداً یک ساعت با این برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم. پل ارتباطی میان ما و شما و اون شماره که می توانید پیام ها، مطالب و نظرات خود را با ما در میان بگذارید این شماره هست: مثبت 964-780-255-40-13. امام موسی کاظم علیه السلام فرمود هر کس دو روزش مساوی باشد و مانند هم باشد زیان کرده است، و آن که امروزش از دیروزش بدتر باشد چنین کسی ملعون است و از رحمت خداوند بدور. این فرمایش گوهربار به ما میرساند که باید به دنبال رشد، پیشرفت، تکامل و توسعه باشیم و لازم و ضروری هست که مفاهیمی مانند توسعه را به عنوان حق بشناسیم و برای رسیدن به او تلاش کنیم. بدین منظور استفاده میکنیم از کارشناس محترم جناب استاد مصباح و گفتگو میکنیم پیرامون حق توسعه. خواهش میکنم با ما همراه باشید. سلام علیکم استاد، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همچنین دوستانی که زحمت کشیدن و میکشن چون این مجلسی و فضایی را برای گفتگوها و مباحث فراهم میآورند و خدمت شنوندگان و بینندگان بسیار محترم عرض سلام و ادب و همچنین سلامتی دارم. انشاءالله که همگان در پناه خدای متعال مسیر تعالی و سلامت را بپیمایم انشاءالله به دعای شما. در برنامه های گذشته گفتگو کردیم راجع به مفهوم حق بر توسعه، توسعه و یا حق بر توسعه، که به زیبایی اشاره کردید دلایلی را که باید توسعه را به عنوان حق بشناسیم و در مرحله و گام دوم به عنوان حقوق بشری و از جمله حقوق اولیه و ضروری انسان‌ها باید حق بر توسعه شناخته شود. سوالات و چالش‌های مطرح بود که پاسخ داده شد به حمدالله، و اما در این برنامه که برنامه پایانی ما با این موضوع و این عنوان هست، می‌خواهیم بدانیم از منظر اسناد بین الملل و سازمان ملل هم آیا می‌شود توسعه را به عنوان یک حق از جمله حقوق بشری دانست یا نه؟ بسیار خوب، همونطوری که حضرت عالی و بندگان مستحضر هستند، ما در آغاز این عنوان را و این مسئله را بهتر است بگیم انتخاب کردیم و گفتیم که در واقع تحلیل و تبیین توسعه به مثابه یک حق از منظر حقوق و فقه. خدا توفیق داد در طی چندین جلسه گفتارهای را پیرامون این که توسعه از منظر حقوق به ویژه حقوق بین الملل به مثابه حق و فراتر از اون حق بشری بنیادین هست به تحلیل گرفتیم و تبیین شد و به اثبات رسید. به عنوان چالش هایی که مطرح شد یا در میان چالش هایی که در این باب وجود داشت، مهمترین چالش یا از بین اونها دو تا چالش را یا پرسش کلیدی را انتخاب کردیم، و اون پرسش و چالش اولین بود که گفتن توسعه حق نیست. بله. و بعد از عبور این چالش و این عقبه رسیدیم به این چالش و پرسش دیگر که توسعه الا اگر حقم باشه حق عادی است، از شمار حقوق بشری به حساب نمی آید و ما نمی توانیم اون را به عنوان حقوق بشر بشناسیم.
در این باب هم سخن گفته شد، چالش های که مطرح شد از دو تا زاویه بود، چالش هایی که بیشتر ماهیت و یا ناظر بر مباحث فلسفه حقوق اجتماعی مربوط به مسئله حق توسعه یا حقوق بشر، توسعه به مسابه حقوق بشر بود که این را در جلسه گذشته به صورت کوتاه بیان کردیم به دلیل ضیق وقت، و محور دیگر چالش هایی که مطرح است از منظر حقوق بین الملل هست، به این معنا که گفتن حالا زمان ما می توانیم یک مطالبه، یک ادعا، یک امتیاز، یک سلطه، یک استحقاق را از شمار حقوق بشر بدانیم که خب طبیعتاً در حقوق بین الملل با مقررات و قوانین سازمان ملل سازگار باشه و در این حوزه و قلمرو مورد توافق بین المللی و شناخت واقع شده باشه. درست. این چالش را اگر خداوند توفیق بده در این جلسه انشاءالله به تحلیل میگیریم و به پایان خواهیم رسان، هرچند باز هم به اختصار و اجمال، چون هر محور اینها نیازمند یک یا دو جلسه هست اگر بخوایم به صورت عمیق وارد بشیم. و این قسمت اول صحبت ما به پایان میرسه، یعنی این که ما وعده دادیم حق را از منظر حقوق به تحلیل بگیریم به پایان میرسه، اما وعده دیگری که در این مسئله مطرح شده در آغاز گفتار که حق از منظر توسعه به مسابه حق در از زاویه فقه و اسلام چگونه هست، طبیعتاً اگر عمر بود و فرصت دیگر ایجاد شد در این فضا انشاءالله من در خدمت دوستان خواهم بود انشاءالله، و طی سلسله گفتارهای این مبحث رم و یا در واقع تحلیل توسعه به مسابه حق از منظر فقه و اسلام را هم به بحث و تحلیل خواهیم گرفت. که البته جناب استاد فکر میکنم این بخش دوم، یعنی بررسی مفهوم توسعه از منظر فقهی، چیزیه که کمتر به او پرداخته شده. قهرن اصلا شاید پرداخته نشده باشه، خیلی کمتر، و لازم هم هست که پرداخته بشه. حالا چی بنده و چی سایر دوستان و عزیزان و اندیشمندانی که در این باب میخواهند و میتوانند بیاندیشن مسائل را مطرح بکنند، و اگر فرصتی گفتم در این فضا فراهم شد بار دیگر و حیات بود انشاءالله من انشاءالله این مبحث را ادامه خواهم داد. اما بحثی که باقی مانده که از زمان استفاده بکنیم، گفتن که حق توسعه ناسازگار با قوانین و مقررات بین المللی است. خب طبیعتاً وقتی میگیم که این حق و یا این مطالبه به عنوان حقوق بشر باید همسو و سازگار با مقررات و قوانین بین الملل باشه و در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده باشد و در این بستر و در این فضا حضور اون را باید به طور روشن و با یک توافق عمومی ببینیم، خب چالش هایی که مطرح کردن که گفتن سازگار نیست با صورت های گوناگون ارائه شده. مثلا گفتن ما در معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها در مورد این چیزی نمیتوانیم پیدا بکنیم. پرونده خاص چی از بعد کیفری و چی از بعد مدنی در دادگاه های یا محاکم بین المللی تا اکنون از مربوط به حق توسعه به عنوان خصوصا حقوق بشر ما سراغ نداریم، و همچنین حقوق حق توسعه به عنوان نسل سوم حقوق بشر از شمار حقوق همبستگی بله به شمار میرد، و طبیعتاً تکالیفی که در مقابل این نوع حقوق و تعهدات که در مقابل این نوع حقوق شکل میگیرد تعهدات و تکالیف جمعی و از گونه کمک بله. و ما در مقررات و قوانین بین المللی تکلیف و تعهد الزام آور به کمک را مشاهده نمی کنیم. یعنی استاد یک اصلی فکر می کنم هست به اسم اصل تعاون و همکاری، این از لحاظ اسلامی هست، اونا دیگه ما فعلا از لحاظ اسناد بین الملل، ما از لحاظ اسناد بین الملل میخواهیم بیان بکنیم بله که آیا تکلیف به کمک این شما مثلا یک دولت مجموعی مکلف و ملزم باشه از نظر حقوقی درست که جمعیت را ملت را که حق مانده هست کمک بکند که مسیر توسعه را بپیماید یا نه،
ما به عنوان یک تکلیف و تعهد الزام آور حقوقی داریم یا نداریم؟ میگه نداریم. آنچه هست یک نوع کار مثلا از روی امتیاز دادن از اعطا و بخشش است، نمیدونم مسائل اخلاقی است مثلا. بنابراین این گونه دیگر از این پرسش بود. و همچنان شما اندیشه ها و دکترین حقوقی دارید، یکی از منابع حقوق بین الملل. خب در دکترین و اندیشه های حقوقی باید در یکی از دادگاه ها مورد استفاده قرار بگیره در خصوص مسئله حق توسعه. این هم میشه اگر میگه دنبال بکنیم ما نمیبینیم و امثال اینها. و بنابراین یک توافق جمعی و اجماعی علمی در خصوص حق توسعه و مصابه حقوق بشر دیده نمیشه و از این جهت ناسازگار با قوانین و مقررات بین المللی است. بنابراین خب ناگزیر میره به بحث بگیریم. برای اینکه این مسئله روشن بشه، من در آغاز این رو بیان بکنم. وقتی میگید قوانین و مقررات بین المللی، یک مطالبه، یک حق از منظر حقوق بین الملل یا همسو و سازگار با حقوق بین الملل باشه، یعنی چی؟ یعنی اینکه باید در منابع حقوق بین الملل و یا از زاویه منابع حقوق بین الملل وقتی نسبت به این حق یا این مسئله می نگریم، بالاخره بتوانیم این رو توجیه بکنیم، تبیین بکنیم و این منابع اون رو تایید بکنه. من به اختصار بیان میکنم چون یک بحث تخصص. منابع حقوق بین الملل ما حتی در حقوق داخلی دو نوع منابع داریم، منابع تقنینی و منابع قضایی. منابع قضایی یعنی این که منابعی که قاضی در مقام داوری به استناد میکنه. مثلا در حقوق داخلی این منابع چیه؟ قانون اساسی، در امور کیفری قوانین جزا، قوانین موردی که راجع به مسائل مختلف هست، مثلا قانون جزا راجع به مسائل پولشویی و تروریسم، قوانین راجع به مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، همینطور قوانین موردی که در موارد متعدد هست، همچنین رویه قضایی هست. خدمت شما عرض شدم آیین نامه ها هست، چی در حوزه امور مدنی و چی در حوزه امور کیفری. بنابراین وقتی شما میگید منابع قضایی، قاضی در مقام داوری برای که داوری بکنه و قضاوت بکنه به حسب یکی از اینها مراجعه میکنه، یعنی قانون اساسی، قوانین موضوع بشری، حالا قوانین جزا، قوانین مدنی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی و آیین نامه ها به خدمت شما شد، رویه قضایی و امثال اینا. در مسئله بین الملل وقتی ما میگیم منابع قضایی حقوق بین الملل، هم معاهدات هست و کنوانسیون ها هست، عرف بین الملل هست، رویه قضایی بین المللی هست، اصول عمومی حقوقی و قواعد عامره است، دکترین و اندیشه های حقوقی است و تصمیمات قضات. اینا هر کدامش الان مباحث داره که از لحاظ رتبی کدام در چه رتبه قرار داره، اختلاف دیدگاه در این زمینه وجود داره. درست. خب یک سری منابع تقنینی است. منابع تقنینی چی در داخل و چی در حقوق بین الملل، چی در حقوق داخلی، ناظر بر این است که در فرایند قانونگذاری و قانون نویسی مورد استناد قرار میگیره. یعنی وقتی شما راجع به مسائل مختلف در جامعه میخواهید قانون را بنویسید و بگذارید، قانونگذار با استناد به اونها قانون مینویسن و قانونگذاری میکنن. این منابع معمولا چیه؟ شما در مسائل داخلی هم اگر لحاظ بکنید، فرض کنید مجلس شخصیت های مختلف از گروه های مختلف با دانش ها و تجربیات متعدد میان در مجلس حضور پیدا میکنن و قانونگذاری میکنن. برای قانونگذاری چی ها را باید لحاظ بکنن که در واقع اینجا همون مبانی قانونگذاری بیشتر لحاظ میشه؟ مثلا عدالت، بله، مصالح و منافع عمومی جامعه، ضروریات و نیازمندی های فعلی یک جامعه، امنیت و ده ها مقوله جزء منابع تقنینی است. وقتی در عرصه بین الملل همین رو نگاه میکنیم، میگیم منابع تقنینی بین الملل، در واقع همون مبانی است که در حقوق بین الملل یک پدیده، یک مسئله را برایش
یعنی قانون گذاری میکنن، قانون می نویسن. در واقع اونجا هم چیه؟ اونجا وقتی به نیکی بنگریم، عرف ببخشید، اونجا اگر به دقت و به نیکی بنگریم، مبانیش مصلحت عمومی جامعه بشریه، درست، امنیت جامعه بشریه، صلح هست، میراث مشترک هست، مسائل صیانت از ذات است، کرامت انسان است، اخلاق و وجدان عمومی است، از جمله خود توسعه به عنوان یکی از مبانی در مقام منابع قانون تقنینی در حقوق بین الملل مورد استفاده قرار می گیره. یعنی امروز بسیاری کشورها طبیعتاً با استفاده از این مبنای توسعه میان دست به قانون گذاری در حوزه های مختلف میبرن. پس منابع تقنینی طیف وسیعی رو شامل میشه. شما وقتی میاد میگید در حقوق بین الملل، حتی در حقوق داخلی، خود توسعه و حتی بسیاری از مؤلفه ها و سازه های اصلی توسعه به عنوان یکی از مبانی تقنین و یا یکی از مبانی که در فرایند قانون گذاری و قانون نویسی نقش بسیار فربه و پررنگ میتواند داشته باشد و تأثیر گذار هست مورد استفاده قرار میگیره. مگر حضور فربهتر و پرقدرت تر از این میشه تصور کرد وقتی که یک مسئله، یک پدیده به عنوان مبانی قانونگذاری در نظام بین المللی، در قوانین و مقررات بین المللی این قابلیت را داره که تبدیل به مبانی بشه، چگونه میگید که سازگار نیست؟ پس خیلی روشن سازگار. بله. مسئله دیگری هم که خب در این راستا مطرح شده که پرسش چالش‌هایش من خدمت شما عرض کردم و گفتن که در این زمینه توافق بین المللی نیست، اگر اجازه بدید من یک متن را اینجا که در واقع ناظر بر مباحث همین مربوط به مباحث که ما و شما دنبال میکنیم هست خدمتان از روی خود متن بخوانم که نشان دهنده این است که آیا چون یکی از اشکالات این که میگه ناسازگار با قوانین مقررات بین المللی است، یک پاسخش که عرض کردم همین الان پاسخ بسیار به نظرم علمی و محکمی هم هست و پاسخ دیگرش با وقتی این متن رو بخوانم نتیجه گیری که بکنم خیلی از مشکلات برطرف میشه. این متن از کجاست؟ الان میگم آدرسش در متن گفتم میشه. درست. خدمت شما. ببینید شما وقتی که میگن که خب این گویا اصلا با مقررات و قوانین بین المللی ناسازگار است، توافق بین المللی در این زمینه وجود نداره و امثال اینا، خب ما باید اینا رو بخونیم ببینیم که واقعا راست یا دروغه. بله. برنامه به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم هر شب از ساعت 8 الی 9 شب تقدیم شما عزیزان می‌گردد و تکراری برنامه هم فردای همان روز بعد از اذان ظهر به وقت کابل انشاءالله تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خواهش میکنم اگر مطلب و نظری دارید حتما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه و شماره مثبت 964-780-255-4013 با ما در میان بگذارید. بله استاد. بله این الان منابع گفته میشه، خود این که چی هست یک کار است که بنده در قالب یک کتاب در این خصوص انجام دادم، از اون استفاده. ببینید یعنی میخوایم ببینم که واقعا تو منابع بین الملل چیزی به نام حق توسعه آمده یا نه. گفتن در معاهدات نیست، در کنوانسیون ها نیست، اینا هم سال اینا. ببینید پیشینه شناسایی حق بر توسعه برای نخستین بار در میثاق جامعه بین الملل، این با میثاق های بین المللی و بشر متفاوت از منشور ملل هم نیست، در میثاق جامعه ملل برمیگردد که در ماده 22 میثاق توسعه و مدنیت سرزمین های تحت قیمومیت را از تکالیف و تعهدات کشورهای پیروز جنگ میدانه. بله. ببینید در میثاق جامعه بین الملل در ماده 22 این میثاق توسعه و مدنیت کشورهای تحت قیمومیت را جز تکالیف و تعهدات کشورهای که بس هم این کشورها تحت قیمومیت خود گرفته میدانه. این درست. پس از اون ما میبینیم که در اسناد مختلف باستا پیدا میکنه، از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر که طی 30 ماده از مجموع حقوق و مطالبات بشری سخن میگوید که همه به گونه مؤلفه مصادیق و نتایج حق توسعه میباشند. خب بعدا اعلامیه حق بر توسعه شکل میگیره، بیان خواهیم کرد، یعنی بعد از حقوق بشر این اعلامیه.
خدمت شما شود در دیباچه اعلامیه حقوق بشر آزادی بیان و عقیده و رهایی از ترس و نیازمندی را عالی ترین آرزوی تمام بشر و همچنین تعهد به حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان ارتقای توسعه اجتماعی و بهبودی کیفیت و وضعیت زندگی در فضای آزاد را و همچنین که اینا همه همون مقاصد و ارزش هایی است که در منشور ملل متحد بازتابیده و در مقدمه منشور با آنها تصریح شده و اینا از حقوق بنیادین بشر برمی‌شمارند و در ماده 55 منشور ملل متحد مقرر میکند که سازمان ملل شرایط توسعه را در قلمروهای اجتماعی و اقتصادی ارتقا و بهبود خواهد داد. مجمع عمومی حق توسعه را در قطعنامه شماره 32 132 سال 1977 مطرح نمود و فعالیت‌های کمیسیون حقوق بشر از سال 1977 در این باره آغاز و قطعنامه شماره 4 مورخ 2 مارس 1979 این کمیسیون حق توسعه را به عنوان یک حق بشری مورد تایید قرار داد. پس از فعالیت‌های کمیسیون در این ارتباط با گزارش دبیرکل سازمان ملل مجمع عمومی در قطعنامه شماره 34 ممیز 46 مورخ 14 یا 23 نوامبر 1979 بیان کرد که حق توسعه یک حق بشری است. وانگه مجمع عمومی رسما و با تبیین روشن و مشروع تر با قاطعیت در قطعنامه شماره چند کلا دیگه نمیگیم شماره شکر میگید 36 ممیز 133 مورخ 14 دسامبر 1981 حق توسعه را به عنوان حق بشری جدایی ناپذیر و سلب ناشدنی توصیف و معرفی نمود و در نهایت مجمع عمومی در قطعنامه شماره 41 ممیز 128 مورخ 14 دسامبر 1986 اعلامیه حق بر توسعه را با 146 رأی مثبت، یک رأی منفی آمریکا و 8 رأی ممتنع به تصویب رساند و حق توسعه را به عنوان حقوق بشری بنیادین سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخت. اعلامیه حق توسعه خوب دیگه ما در رابطه به صحبت کردیم. در مقدمه پیشتر سومین میثاق بین المللی حقوق بشر شما ببینید ما فعلا دو تا میثاق داریم، یکی میثاق حقوق مدنی است، یکی دو تا میثاق بین المللی معروفه، میثاق حقوق مدنی سیاسی است و حقوق اقتصادی اجتماعی فرنگی. در سال 1982 پیشتر سومین میثاق بین المللی میثاق ببینید تعهد کنوانسیون میثاق است. در سال 1982 در پیشتر سومین میثاق بین المللی حقوق بشر که از این میثاق تحت عنوان حقوق همبستگی یاد میشه، میراث مشترک، صلح، حق توسعه را جز ارزش های جهان شمول و از شمار حقوق بشر بنیادین و اساسی تصریح میکنه برمیشونه. طرف های میثاق متنشه میخوانم. طرف های میثاق حاضر با توجه به این که صلح، توسعه، محیط زیست و میراث مشترک بشریت از این به بعد ارزش‌های مشترک جهانی هستند که مورد شناسایی کلی انسان‌ها، اقوام، ملت‌ها قرار گرفته و این که شایسته است حقوق مربوط به آنها به عنوان حقوق بشر شناسایی، حمایت و تحقق یابد. اعلامیه جهانی حقوق بشر وین 1993 در بند 5 از بخش 1 جهان شمولی، تفکیک ناپذیری و در هم تنیدگی حقوق بشر را بازگو می‌سازد. تمام انواع حقوق بشر جهان شمول، تقسیم ناپذیر و با هم وابستن و در بند 8 بخش 1 میگوید دموکراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی به هم وابستگی متقابل دارن و همدیگر را استحکام میبخشن و بخشی از همون حقوق بشر. اعلامیه نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر مصوبه 25 ژوئن 1993 در وین بیان میدارد که حق جهان شمول و غیر قابل تفکیک توسعه، درست. حق جهان شمول و غیر قابل تفکیک توسعه آن گونه که در اعلامیه حق توسعه آمده است باید اجرا و محقق گردد. در همین کنفرانس بالاخره آمریکا که مخالف بود، خود ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار حق توسعه را به عنوان حق بشری میپذیره. کشورهای صنعتی هم که نمیپذیرفتن بارشون ها هم پذیرفتن. برنامه توسعه ملل متحد در سال 1996 منشور اجتماعی جهانی را با هدف ایجاد جامعه که حق غذا به اندازه حق رای دادن محترم است و حق توسعه یک حق بشری بنیادین است پیشنهاد میده. حق بر توسعه به عنوان حقوق بشری که از اهداف و اصول اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی کوپنهاگ 1995 است که در ماده 25 بند دال اعلامیه آمده است، رعایت و حفاظت تام و تمام آزادی های اساسی و حقوق بشر از جمله حق توسعه و تعالی بخشیدن به این حقوق تا حد برخورداری از یک احترام جهانی. اعلامیه اصول بین المللی توسعه تدریجی در ماده 6 بند 2 حق بر توسعه از مقوله حقوق بشری اعلام میکنه. در اعلامیه سئول راجع به توسعه تدریجی حقوق بین الملل عمومی مربوط به یک نظم نوین اقتصادی بین المللی
مصوب انجمن حقوق بین الملل در سال 1966 حق بشری توسعه را به عنوان ششمین اصل نظم نوین اقتصاد بین الملل مطرح می‌کند. در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد مصوب سپتامبر 2000 میلادی در ماده 24 قسمت ه حق بر توسعه را شمار حقوق بشر می‌داند که از سوی جامعه بین الملل به رسمیت شناخته شده است و تحقق اون هم لازم و بایسته می‌داند و همکاری هم برای تحققش از جامعه جهانی میطلبد. میگه ما از این تلاش برای ترویج دموکراسی و تقویت و ترویج حکومت قانون همچنین احترام به کلیه آزادی‌های بنیادی و حقوق بشر که در جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده از جمله حق توسعه فروگذار نخواهیم کرد. کمیسیون حقوق بشر در سال 1996 برای اولین بار قطعنامه 1996/15 در زمینه حق بر توسعه را به اجماع تصویب می‌نمود. کنفرانس جهانی 2001 میلادی درباره نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌ای راسی و نابردباری‌های مرتبط با آن در ماده 76 اعلامیه حق بر توسعه از حقوق بشر دانسته و دولت‌ها را متعهد و مکلف به احترام و تحقق آن می‌داند. قطعنامه شماره 73 کمیسیون حقوق بشر مصوبه 25 آوریل 2002 که تحت عنوان حقوق بشر و همبستگی بین المللی مطرح شد، حق توسعه از نسل سوم حقوق بشر با عنوان حقوق بستگی به رسمیت شناخته و دنبال تحقق شد. برنامه اجرایی اجلاس سران در مورد توسعه پایدار حق بر توسعه مکررن و مؤکدن از حقوق بشر میداند و تحقق و احترام به آن را ضروری میداند. در بند 5 احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله حق توسعه و تضمینی که حق توسعه و نفع عامگان است ضروری است. بند 62 الف یک محیط مساعد در سطح منطقه‌ای، زیر منطقه‌ای، ملی و محلی به منظور نیل و رشد اقتصادی مداوم و توسعه پایدار حمایت از مسائل مختلف بیان میکنه که من ذکر نمی‌کنم. جامداری شایسته احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی از جمله حق توسعه و برابری جنسی ایجاد میکند. درست. بند 108 صلح و امنیت و ثبات امسال اینا 48مین نشست شورای حقوق بشر که در می یکی دو ماه پیش از 4 اکتبر تا 8 اکتبر برگزار شد، تو در همین 48مین نشست شورای حقوق بشر اسناد و اعلامیه‌های مربوط به حقوق بشر جمله اعلامیه وین به شدت گفت باید در دنبال تحققش بریم که راجع به حق بر توسعه است. 4 قطعنامه صادر میشه، یک قطعنامه راجع به حقوق بشر همین 8 اکتبر سال 2020-21. ببینید، بسیار ممنونم از شما استاد که اینها رو خیلی سریع خواندید به خاطر ضیق وقت. بله، که به همه اینها برسیم و نتیجه همه اینها این شد که بالاخره چون استاد دیگه به میان برنامه رسیدیم. بسیار. آره، این نکته رو خدمت شما بینندگان عرض کنیم که از مجموعه صحبت‌های کارشناس محترم این گونه برمی‌آید که در اسناد بین المللی، عهدنامه ها، آیین نامه ها و قوانین که مطرح شده در مجامع مختلف سازمان ملل با بحث حق بر توسعه همگان آشنا هستند و در جاهای مختلف عنوان شده و چیزی نیست که مخالف با قوانین و معاهدات بین الملل باشد. من انشالله این متن که با این سرعت خواندم بعضی جایشنم گفتم گذاشتم. درست. الان میشه از این مجموعه نتایج گرفت که من انشالله تحلیل و بررسیش انشالله بعد از یک سرعت کوتاهی که شما دارین و بینندگان عزیز هم میان برنامه ای رو میبینند، برمیگردیم با بخش دوم برنامه به وقت بیداری. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست داری. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا، به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را
با کارهایی که از تو می پوشانم زشت گردانی تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا از این راه به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان، همراهان و همدلان با این برنامه به وقت بیداری. خوشحالم که در خدمت شما هستیم. به قول شاعر، اوقات خوشان است که با دوست به سر شد، باقی همه بیهودگی و بیخبری بود. گفتگو میکردیم با کارشناس محترم جناب استاد مصباح پیرامون مسئله حق بر توسعه. جناب استاد، موارد را خواندید و قرائت کردید از جمله اسناد بین الملل که اشاره دارد مفهوم توسعه و حق بر توسعه در جاهای مختلف از کنوانسیون های بین المللی آمده است و مطرح شده است. تحلیل و بررسی این موارد چه چیز را به ما نشان می دهد؟ ببینید، مجموعه اسناد بین المللی که من خیلی با سرعت یاد کردم و از اینجا از شنوندگان عزیز عذر خواهم به جهت محدودیت زمان و امکانات، این مطالبی که از این استفاده میشه چیه؟ یک، گفتن که آقا این توافق بین المللی به اجماع بین المللی نیست. این همه اسناد اقدامات از دهه 70، یعنی از سال 1977 که من اسناد را شروع کردم به خواندنش تا 8 اکتبر 2021، بله، پیوسته جامعه بین الملل داره دنبال مسئله توسعه. اول ثابت میشه که توافق و اجماع علمی راجع به حق توسعه است. مضمون و محتوای اینها را وقتی که میبینید در قالب اعلامیه است، در قالب میثاق است، پیشتر میثاق است، کنوانسیون هاست و سایر اسناد، و الان فرصت نشد که اندیشه های حقوقی را در این زمینه بخونیم، خودش یک باب چهره‌های مختلفی را اینجا حضور دارن که جزء اندیشمندان حقوقی هستند در این بخش. حق توسعه به عنوان حق توسعه مطرح کردن، مثل آقای واسک، کوبای امبای، دنستین، روساس، دونلی، اسپیل، استفان، سن، خدمت شما عرشه، سن گوپتا، سالمون، ریچ، بجاوی، که اینا بهشون قاضی بودن، اینا قاضی های نهادهای معتبر بین المللی مثل دادگاه بین المللی کیفری، دادگستری، دادگاه دیوان دادگستری بین المللی، دوگال، تاناکا، جن و امثال اینا. خب یه شخصیت هایی راجع به حقوق بشر صحبت کرده، جز اندیشمندان حقوقی و اندیشه های حقوقی رو در این زمینه مطرح کردن. اولا پس توافق و اجماع بین المللی از مضمون و محتوای اینها این استفاده شده که توسط جز حقوق بشر. دو، حقوق بشر از جز حقوق بنیادین بشره. بله. خب این حجم از اسناد با این ادبیات، با این مفهوم و مضامین، هنجارها و ارزشهایی که بازگو شده و اسناد و مدارک متعدد دیگری که در راستای همین ارزش هاست، شما بسیاری از هنجارها و ارزشها و مفاهیمی که در اعلامیه حق بر توسعه است در معتبرترین مدارک بین المللی مثل منشور، مثل حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، خود پیشتر میثاقی که راجع به حقوق همبستگی است و ده ها اعلامیه دیگر، همه و همه اینا در اون باز تابیده. این نشان میده که این قابلیت از این اسناد و مقررات بین المللی به وجود میاد که به سمت شکلگیری عرف بین المللی، که یکی از منابع بین المللی، در یکی از منابع بین الملل به شمار میرود. بله. زمینه شکلگیریش رو فراهم کنه. نتیجه دیگری که از این میشه بگرفت این است که از همین اسناد که عرض کردم، خود حق توسعه جز حقوق بشره. درست. حقوق بشر در اسناد و مقررات بین المللی تثبیت شده و پذیرفته شده است که جزء قواعد عامره، اصول کلی عمومی حقوقی است که مستلزم تعهدات تخطی ناپذیر همگانی است.
که ما در جلسات گذشتم اگر خاطرتان باشه راجع به این صحبت کردیم. یعنی وقتی شما میگین تعهد آور به عنوان اخلاقی نیست دیگه. اصول کلی حقوقی و قواعد عامره به واسطه اراده دولت ها، ملت ها و سایر منابع قانونگذاری قابل نقض نیست. یعنی اصول کلی به واسطه یک اصل کلی دیگر تفسیر میشه اما نسخ و نقض نمیشه. پس اعتبار بین المللی و همیشگی داره. مثل مثلا حق حیات، بله، حق تعیین سرنوشت، اینا جز اصول کلی عمومی حقوقی است و به تعبیر دیگر از شمار قواعد عامره. و ویژگی اینها این است که اینها در واقع نقض‌ناپذیر، نسخ نمیشه، از بین نمیره. اصول کلی زمانی که در مقابل قواعد حقوقی مطرح میشه، ما قواعد حقوقی داریم که الان فرصت نیست تفکیک ها رو بیان میکنیم، یکی اصول عمومی است. قواعد حقوقی قابل جاگزینی هست، اما اصول کلی و قواعد عامره به واسطه اصول دیگر تفسیر میشه، ولی هیچ وقت نقض و نسخ نمیشه. همواره اعتبار و مشروعیت خودش داره و اعتبار و مشروعیت ده برای ده ها قواعد، قوانین و رفتارهای دیگر. یه چیزی مثل بدیهیات و اولیاتی که در منطق ما مثلا در اصول در کتاب در اصول فقه خود ما داریم، جز مثلا میگیم دلائل حاکم و دلائل عامر، مسلمات در واقع جایگاهش در نظام حقوقی مثل دلائل عامر و حاکم و از اون محکمتر و معتبرتر نگاه میکنه. خب این نوع قواعد عامره و اصول کلی عمومی حقوقی در واقع بین الملل مستلزم تعهدات و تکالیف ارگا امنس یا همون تکالیف الزام آور تخطی ناپذیر همگانی است که تابع اراده دولت ها نیست. اراده و خاص دولت ها نمیتواند اون را نقض بکنه و یا بگه من به این تعهد چون امضا نکردم نپیوستم بهش عمل نمیکنم. پس حقوق بشر داره این مشخصات و ثابت هم شد که حق توسعه جزء حقوق بشر و جزء حقوق بنیادین بشری است. پس حق توسعه هم اصول کلی حقوقی قواعد عامر است و مستلزم تعهدات و تکالیف نقض ناپذیر و تخطی ناپذیر همگانی است. خب وقتی اینطوری شد، اصول کلی و قواعد عامره و تعهدات تخطی ناپذیر و همگانی نیاز به معاهده و کنوانسیون نداره. با معاهده و کنوانسیون نسخ نمیشه، از بین نمیره، بلکه اعتبار یک معاهده و کنوانسیون بر محور این اصول کلی استوار. کلی حقوقی و قواعد عامره استواره. پس از این زاویه اگر نگاه بکنیم و همچنان قبلا هم بازگو شد که حقوق بشر سرچشمه داره در فطرت، طبیعت، وجدان، ضروریات و نیازهای ضروری حیات بشری. پس جزء مبانی حقوقه. بله. درسته؟ جزء حقوق موضوعه به شمار نمیره و نیاز به این نیست که ضرورتاً در تعهدات و در کنوانسیون ها یا حتی پرونده حقوقی در محاکم مطرح شده باشد تا وانگه بگیم که آقا آره بله الان سازگار با قوانین بین الملل، حالا حق میشناسیم، حق بشر نه. اینها به حسب این ماهیت خودش که از این اسناد میشه استخراج کرد دارای یک ماهیت فرا قانونی به معنای حقوق یا فرا حقوق موضوعه دارن. درست. سرچشمه حقوق موضوعه و قوانین از خودش حقوق بنیادی نیست که ایجاد کننده حقوق. پس بنابراین برنامه هم اشاره کرد استاد که اینها مواردی هست که ذاتی هست، بله اون مؤلفه دارد، ذاتی، جهانی و تفکیک ناپذیر. آره. این در واقع حق توسعه دارای این ویژگی هست. پس خیلی مسئله تعهدات، این که میگید در پرونده نیامده، در مثلا معاهده و کنوانسیون، اگر ما فرض کنیم اینا هم نباشه، ضرر به این که حق توسعه جزء حقوق بشر هست و جزء حقوق بنیادین بشر است از منظر اسناد و مقررات بین المللی هم آسیب نمیرسه. از سوی دیگر حق توسعه یعنی در اعلامیه ها و اسنادی که بازتابیده پیشتر هم عرض کردم شامل ارزش ها و هنجارهایی است که در منشور ملل متحد، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ببینید قانون اساسی در نظام بین الملل منشور ملل متحده. درست.
منشور حقوق که در واقع من تعبیرم از قانون اساسی در قلمرو حقوق بشر چیه؟ منشور حقوق. این منشور حقوق بشر چیه؟ شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر است. دو تا میثاقه که ذکر شد و این میثاق بعدی هم که راجع به حقوق همبستگی مطرح میشه. اینا نقش و حکم قانون اساسی رو داره. آنچه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ارزش ها و عناصر و خدمت شما عرشه هنجارها و مسائل متعدد دقیقا همون هایی است که در این اسناد معتبر بین المللی که شناخته شده و پذیرفته شده است بازتابیده. درسته؟ این از سوی دیگر این نتیجه که ما میگیریم. بعد ما در جامعه بین الملل یک سری حقوق شناخته شده و تثبیت شده داریم. مثلا چی؟ مثل حق حیات، مثل آزادی، مثل منع شکنجه، منع تبعیض، حق تعیین سرنوشت، ممنوعیت سلب حیات و محدودسازی حیات یا سلب آزادی ممنوع. اینا حقوق تثبیت شده و شناخته شده در جامعه بین الملل است که هم در معاهدات متعدد بازتابیده و هم زمانی که نقش شده چی به صورت یک پرونده کیفری یا پرونده مدنی در محاکم بین المللی پرونده وجود داره. اینا را اگر خوب نگاه بکنیم حق توسعه، اینا به صورت جزیره ای است. حق توسعه مجموعه ای از این هاست. اگر شما در جریان باشید قبلا هم عرض کردیم که حق توسعه یک هویت شبکه‌ای ارگانیکی داره که ترکیب از مجموعه همین حقوقه. درست. منتها اینها به صورت شبکه‌ای نگاه شده در زمان، یعنی پس از این که حق توسعه مطرح میشه، حق توسعه مجموعه آنچه در میثاق بین المللی حقوق مدنی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی مطرح شده و در ده ها اسناد معتبر بین المللی آمده است و در حقوق بین الملل و حتی در حقوق داخلی هم به رسمیت شناخته شده است، حق توسعه جامع این هاست و اینا را به صورت یک شبکه با ارتباطات ارگانیک با یک ماهیت و هویت جدید به عنوان یک حق شناسایی کرده. خب در موارد تمام اینها ما می‌بینیم در معاهدات بازتاب پیدا کرده، کنوانسیون‌های متعدد در این خصوص، یعنی جزئیات حق بر توسعه در جاهای مختلف عنوان شده، گفته شده، صحبت شده، به تصویب حتی رسیده. منتها لازم هست که در زمان کنونی با توجه به این پیشرفتی که حاصل شده ما یک حق جدیدی را به رسمیت بشناسیم به عنوان حق بر توسعه که در سازمان‌های جهانی و بین‌المللی باید ببینید اینا رو ما داریم. از این اسناد و مدارک بین‌المللی که من یاد کردم قشنگ اینها استفاده میشه. درست. مسئله اندیشه‌های حقوقی گفتن دکترین حقوقی در خصوص اینکه حق توسعه به مثابه حقوق بشر باشه زمان معتبر از اندیشه‌ها و دکترین حقوقی که یعنی به عنوان منابع حقوق بین‌الملل که مورد استناد دادگاه قرار بگیره. ببینید خودش یک بحث مفصل است، من به اختصار در اینجا هم عرض بکنم که اندیشه های حقوقی وقتی ما میگیم منظور از اندیشه حقوقی در خصوصی یک مسئله این نیست که تمام حقوقدانان دنیا باید این مسئله را مطرح کرده باشه. درست. وقتی شما میگید اندیشه های حقوقی که تبدیل میشه به دکترین حقوقی، تبدیل میشه دین در قد و قامت منابع در حقوق بین الملل در میاد، اون اندیشه های حقوقی برجسته. ویژگی برجسته به این معنا نیست که تمام اندیشمندان حقوقی اون را گفته باشه یا تمام اندیشه های حقوقی بازتاب باشه، بلکه اندیشه هایی که نسبت به دیگر اندیشه ها قدرت تبیین بیشتر داشته باشه در خصوص پدیده‌ای به نام حق بر توسعه، اندیشه و نظریه‌ای که قدرت تجمیع و تبیین مسائل مختلف و به ظاهر متحد در ذیل و در سایه یک تفکر یک نظریه داشته باشه، اندیشه‌ای که سازوارگی درونی بین مفاهیم درونیش و این مفاهیم با واقعیت‌های بیرونی داشته باشه. پس زمانی که یک اندیشه یک نظریه قدرت تبیین بیشتر نسبت به دیگر اندیشه‌ها داشت، یک اندیشه و یک نظریه قدرت تجمیع پدیده های مختلف را در ذیل یک مفهوم و در ذیل یک حقیقت داشت، یک اندیشه و یک نظریه زمانی که نسبت به اندیشه های دیگر در امون ساعه هم شامل قواعد و قوانین گذشته که در اندیشه های دیگر هست
و هم ظرفیت تولید و ایجاد قواعد و قوانین متعدد را داشته باشه. این اندیشه میشه یک اندیشه برجسته و یک اندیشه مادر نسبت به اندیشه های دیگر. این اندیشه قابلیت این داره که عرف بین المللی را ایجاد بکنه و قابلیت این داره که در محاکم و دادگاه ها استفاده بشه. از این گونه اندیشه ها معمولا در رویه های قضایی در دادگاه های بین المللی استفاده مورد استفاده قرار گرفته. پس ما وقتی میگیم اندیشه های حقوقی، اندیشه های حقوقی که در خصوص توسعه وجود داره، اسم شخصیت ها را من پیشترم خدمتان عرض کردم بردم، دارای این ویژگی است. یعنی نسبت به بسیاری از اندیشه ها و دکترونی حقوقی که در خصوص حقوق متعدد حقوق بشری سخن گفته، اندیشه هایی که راجع به حقوق توسعه به مثابه حقوق بشر مطرح است، نظریه پردازی کردن، اندیشه ها و افکار در این زمینه وجود داره. این سه تا ویژگی برجستگی ده که قابلیت تبدیل شدن به عرف، قابلیت این که در دادگاه ها مورد استناد قرار بگیره داره. همونطوری که خود حق توسعه توانست حقوق پراکنده جزیره‌ای بشری ده به صورت یک شبکه با ارتباط ارگانیکی در بیارد، نگاه بکند و تبیین بکند، این اندیشه های حقوقی در واقع مجموعه این حقوق جدا جدا شده را به صورت درهم تنیده و به صورت یک شبکه با ارتباطات ارگانیکی به صورت یک مجموعه مطرح کردن که قدرت تبیینشان، قدرت تجمیعشان، قدرت ایجاد قوانین و قواعد و مقررات بیشتر در حوزه‌های مختلف نسبت به اندیشه‌های پیشینی خودشان داره. درست. پس اندیشه حقوقی و دکترین این ظرفیت هم داره در خصوص حق بر توسعه دیده میشه. از سوی دیگر معاهدات حقوق بشری دارای مختصاتی است. من در گذشته اگر خاطرتان باشه شاید عرض کرده باشم و اون این است که معاهدات حقوق بشری معمولا معاهدات دادستدی نیست. یعنی اینکه اگر یک کشور به اون میپیوسته لازم نیست سیر مراحل و تشریفات خاص رو طی بکنه تا بپیوند. دوم، ماهیات حقوق بشری که ماهیات دادستدی نیست. یعنی چی؟ یعنی این که نیازمند عمل به مثل نیست. مثلا شما یک کشور یک فرد را گروگان گرفته میان کشور دیگر عمل به مثل میکنه. در مسائل و معاهدات غیر حقوق بشری این قضیه اتفاق میفته، اما در معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشری یه مختصات معاهدات حقوق بشری این است که به این شکل در نمیاد. یعنی عمل به مثل در اجروا نیست. یا کشوری که میخواهد بپیونده در معاهدات حقوق بشری، خب ممکنه شروطی داشته باشه که تحفظی داشته باشه. برای این که این شروط مورد ارزیابی قرار بگیره و اعمال بشه در معاهدات غیر بشری، این خود دولت هاست که تعیین کننده است. اما در معاهدات بشری دولت ها در این قسمت شروط خود مطرح میکنن، اما پذیرشش، تاییدش با اهداف در چارچوب یک کنوانسیون است یا یک کمیسیون است به نام کمیسیون بشر، اونها این کار حرف نهایی رو میزنه. معاهدات حقوق بشری این حالت داره. پس بنابراین خیلی تابع چی نیست، تابع معاهدات و کنوانسیون هایی که آقایون مطرح کردن نیست، فراتر از اونه. حق توسعه در واقع این ماهیت اینجوری داره. بنابراین پس این که بگیم که حتما مسائل تو معاهدات بازتابیده باشه، خیلی درست. از این که حق توسعه به عنوان حقوق بشر باشه جلوگیری به عمل نمیه و آسیبی نمیزنه. بسیار عالی. دوم آخرین برنامه تمام هست، اگر در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشه. حق بر توسعه خدمت شما عرض شده که حقوق بشر یک ویژگی داره که به صاحبان این حق مشروعیت میده، هویت میده و زمینه استیفای اون رو بجوره. یعنی در واقع مسئله قابل اقامه و مطالبه بودن حق را. یعنی حقوق بشر این ویژگی رو داره که به صاحبانش این سه تا ویژگی رو بده. خب حق بر توسعه هم در واقع به صاحبانش این رو میده که بیشتر از حقوق جزیره و پراکندگی سابقه که به نام حقوق بشر شناخته شده یا گونه های دیگر، به صاحبانش این حق مشروعیت، مطالبه و هویت. از مجموعه اینها، یعنی نه. از مجموعه مطالبه که تا اینجا یاد شد و اگر چیزی هم باقی مانده، یک مسئله آخرش هم که مسئله تکلیف به حمایت هست، من اگر خاطرتان باشه بینندگان ارجاع میدم اونجا که من از مسئولیت بیان کردم، پنج نوع مسئولیت در جلسات قبلی ذکر کردم که چون وقت نیست دیگه اونجا اگر دوستان مراجعه بکنن، ما در نظام بیرونی پنج نوع مسئولیت داریم
که در واقع سه نوع اون مسئولیت محتواش همین کمک و حمایته. پس از همه اینها چی استفاده میشه؟ که حق توسعه به مثابه حقوق بشر با مقررات و قوانین بین المللی کاملا سازگاره، تنافی نداره و حتی تایید شده و همچنین به عنوان یک حق بشری بنیادی مورد شناسایی، تأکید و همچنین عمل قرار گرفته. و در واقع حقوق بشر ماهیتش این است که این که ما بخوایم در گرو تعهدات و کنوانسیون ها بسازیم خیلی یعنی مانع حقوق بشر نیست. چرا؟ چون خود حق توسعه یا حقوق بشر مبانی حقوق است و اینا تابع معاهدات و کنوانسیون ها نیست و جزء منابع تقنینی در حقوق بین الملل است. خود حق توسعه هم طور که بیان کردیم. امیدواریم که انشالله این سلسله گفتارها مفید واقع شده باشه. انشالله حتما مفید هست و من امیدوار هستم جناب استاد که این مباحث که مطرح می شود زمینه ساز باشد برای این که جوامع اسلامی، علمای اسلامی، نخبگان اسلامی کسانی باشند که پیشرو و پیشگام در این عرصه برای عرف سازی حق بر توسعه در مجامع بین المللی که انشالله به صورت یک قانون عمومی و بین المللی در بیاید انشالله. ممنون از شما و تشکر از همه شما بینندگان عزیز که با برنامه به وقت بیداری همراه بودید. امیدوارم مجموعه مباحث مطرح شده با این موضوع و این عنوان مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع شده باشد. آنچه که باعث رشد و ترقی و تکامل نهایی همه انسان‌ها و جامعه بشری هست ظهور آقا و مولایمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. امیدوارم باشیم و ببینیم زمانی را که ایشان بر دیوار کعبه تکیه میزند و بانک برمی آورد که یا اهل العالم بقیت الله خیر لکم و انا بقیت الله و ببینیم اون عدالت و توسعه را که در سراسر جهان پخش خواهد شد توسط این امام بزرگوار. کباب نازک دل آتش هموار می خواهد، برفکن از ازار خود نقاب آهسته آهسته. روز روزگار بر شما خوش. خدا یار و نگهدار شما.